از عشق تو دم میزنم، از عشق تو دم میزنم، دنیا رو بر هم میزنم، مهر دل دیوونم و بر عالم میزنم. از عشق تو دم میزنم، دنیا رو بر هم میزنم، مهر دل دیوونم و بر فرق عالم میزنم. من از همه عاشقترم، از حال مجنون برترم. سر تا سر این قصه ها از خسرو و شیرین سرم، بی تو میمیرم نرو. درود و سلام خداوند به همه هموطنان عزیز ارجمندمون. درود بچه جون، درود، درود همگی. از دور و نزدیک دستتون درد نکنه. نسرین جان و سعید جان و بیژن جان و بله، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون از همتون، دستتون درد نکنه. محبوبه و همه شما، همه دوستان، همه عزیزان که روی ایر با ما هستید، برای همه تو آرزوی سلامتی میکنم. والا از بعد که گفتیم کرونا کرونا کرونا، از بعد که گفتیم سرماخوردگی و مراقب خودتون باشین، دیگه یه جوری شده هر کی به هر کی میرسه میگه جون من به من نزدیک نشو، منو ماچ نکن، منو این کار نکن. فرنگ حمید درود بر تو. نسرین جانم صحبت بخیر. نسرین حمید همسر فرنگ حمید، دوست عزیز من، درود نسرین جانم. برادر تو موفقیت و سلامتی میکنم و بچه ها تو به سود و ثمر خوب رسوندن و همه شما عزیزان، فرشته جانم و بقیه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. خب یعنی واقعا کرونا همه جا رو تعطیل کرده را. به این میگن گردن کلوف، یعنی هنوز ندیدینش ازش میترسیم همه. بلایی بترین آخونده پر رو ورده. همه شهرهای ایران رو تعطیل کردن، مدارس رو تعطیل کردن، رفت آمد رو تعطیل کردن، همه این کار رو کردن جز قم. بخوان بگن آقا این حضرت معصومه امام رضا رو بلش کردن فعلا، ولی اونجا میگفتن امام رضا شفا میده دیگه. اینا چون این چینی ها آخونده که اینا تربیت میکنن اطلاعاتی ها رو برای در واقع برنامه ریزی های دراز مدتشون، مزم جان شما هم خوش آمده، دستتون درد نکنه. به خاطر این اینها سعی وافر در این داشتن که یک کاری بکنن مردم گیر ندن به این آخوندهای چینی و آخوندهای حوزه و اینا. رفتن تو حرم ویدیو گرفتن، آقا این حرم نمیدونم نقره داره، ویروس نمیتونه نفوذ بکنه، از این حرفای مزخرف حوزه‌ای. خلاصه علمی نیست، عقلانی نیست، قابل پذیرش برای بچه های امروز ایران زمین نیست. ولی خب یه حرفیست که اینا هم یه موقع اعتبار داشتن، ما هم به اینا احترام میذاشتیم، گوش میکردیم این حرفا رو، ولی نمیدونستیم که اینا چقدر دونگ و جفنگ و دروغ هن. اصلا فکرشو نمیکردیم. یه سری آیت الله های با معرفت خوب بودن، مثل آیت الله بروجردی خدا بیامرزه، پیر مرد ناظرینو، مثل همین آقای منتظری. با خیلی دست کم نگیرنش، دمش گرم. در مقابل خمینی و ایستاد و حرفایی هم که زده دارین میبینین دیگه. همه خیرخواهان دین و وطن آنچه که شرط بلاغ بود رو گفتن، تو خواه پند گیر و خواه ملال. و خمینی مست قدرت آمده بود و سرمست نشسته بود اون بالا و همه گوش به فرمان چپ و راست و بالا و پایین و میانه و سوسیالیست و امپریالیست و چه میدونم، همه دیگه در اختیار آقا بودن که بتونن آقا رو بنزن جلو، همه رو غارت کنن، تیکه تیکه کنن، بخورن، ببرن، هر کاری میتونن بکنن. آرش شاه تیموری عزیزم، رادیو هم صدا دات کام و فرای شاه تیموری عزیزم برنامه های ما رو لایو آرشون پخش میکنه و در سراسر جهان از سایت چه خبر از ایران و رادیو همصدا دات کام هم قابل شنوده. اما در این لحظات به احتمال زیاد
آره، چون خونه نوه‌هاش نیستن یا در هر کجا که هستن امکان این امر نیست که از روی سایت چه خبر از ایران و رادیو هم صدا دات کام سوئد، اون هم بخشی از جهان رو کاور میکنه و میتونستیم گوش کنیم. فریدون جان کجایی؟ فریدون عزیز، این فریدون یکی از دوستای عزیز ماست، یه بچه زحمت کشه، یه موقع اومد بخونه، هر کاری میتونست میکرد، شعر میگو و آهنگ میساخت، نمیدونم هر کاری که ازش برمیاد میکرد، ولی در هالیوود کار میکنه و موفقه و خدا رو شکر قاطی این نمیدونم این بنگاه شادمانی آتر و آتر و پر رو وقیه و بیسود و سمر و مخرب جمهوری اسلامی ساخته، دست ساخته جمهوری اسلامی تو این شهر نیستن. اینا هر کدوم از این بچه ها میدونین اگر جرأت داشتن، اگر شرف داشتن، اگر شهامت داشتن، اگر آگاهی داشتن، اگر اصلا میدونستن کاری که دارن میکنن یعنی چی. من همچین چیزی تا ندیدم. یکی یه کاری میکنه، آهنگر بهش میگی، میگه آقا من اینو صاف میکنم، اینو کج میکنم، این کارو میکنم، میذارم تو کوره. و اون یکی میگه، میگه آقا من اینجا رو تراشکاری میدم، این کارو میکنم، این پیچو میسازم. از اینا پوچو با چیکار میکنی؟ میگه میخونم. چی میخونی؟ کی هستی؟ مغزت چیه توش؟ شد کود شیمیایی خیلیاتون. چی تو مغزتونه؟ این موضوع و قصه و داستان هنر و هنرمند و نمیدونم بنگاه شادمانی و وضعیت دست ساخته جمهوری اسلامی تو این شهر رو، یه مش وامونده درونده در به در قالتاق از اینجا و از اونجا آمده تو این شهر رو، اینا هم دلشون خوشحاله با چهار تا آدم بیان سلام علیک میکنن، میرن اونجا، میرن اونجا، پی میکنن آدم شدن. نه آقا، نه شما آدمی، نه اونایی که شما باشون رابطه داری، اونا هم شما یه سری قرقرازه وامونده درونده تو این شهر اومدن، بچه دهاتیه ویتر بوده، یه پولی داشته، یه کاری کرده، آره لار شده، یا اونجا رو سو کرده، یا اینجا رو سو کرده، بشقاب میداشته جل دست ما بر میداشته، یه پولی بهش میدادیم. حالا این آدمه صاحب پول شده و خب برای خودش قصد و داستان خودش داره و رو هم نمیرن اینا تو این شهر یه عالم هم. و جالبه تا میان سر نقشون رو جمهوری اسلامی باز میکنن، یعنی الان میرن از ایران خواننده میارن، بعد میرن سفارت بله قربان بله قربان میکنن، میگن اینجا در اختیار شماست، چه امری دارین؟ یارو میگه آقا اونجا کتایی که میان عکس بگیر برای من بفرست، این یکی میگه فلان که میاد اینجوری کن. از اینا شما فکر میکنین اینا رو من همین جوری دارم میگم؟ نه مردم، آخه ما رو بی اطلاعی مونه. توی همین لس آنجلس ما، تو اورنج کانتی ما، یه پسری بود مجید، تو رستوران دریای کوستامتا اونجا کار میکرد و پیش بچه ها دوستای ما سهراب شنیدم عمل کرده، خیلی متاسفم، امیدوارم که حال ایشون هم خوب بشه. در اونجا کار میکرد. کار این مجید الان گرفتن زندانه با یه نفر دیگه. فکر میکنی این کارشون چی بوده؟ کار اینا این بوده که بچه های مجاهدین و شورای ملی مقاومت که تو اورنج کانتی هستن، زیاد اونجا هستن، میان اونجا رستوران، رفیقاشون از اینجا و اونجا دنیا میان، میرن اونجا غذا بخورن، این فقط عکس بگیره براشون بفرسته وزارت اطلاعات. باورتون میشه؟ نه. خب برید نگاه کنین دیگه، ببینید چند سال به اینا حبس دادن، گرفتنشون. از اینا پرم تو شهر. میره ایران و میاد و خیلی پوزش میخواد. میره ایران و میاد. من واقعا خدا پیغمبریش نمیدونم، خدا شکرت من تا نخورم زمین که نفس میکشم و تا نفس میکشم حرکت میکنم، در هیچ کجا هم با نمیدم، حتی جسدم افتاده باشه غیر ممکنه پامو عقب بذارم، ولی یاد گرفتم، آموختم اینجوریه و ذهنم عادت کرده. حالا زیر هر مشکل و فشار و مریضی و چی بدونم 7500 سالگی یا اینا همه بذاریم به سن و سال ما برسیم، با بچه بودیم میگفتن بهشون میخندیدیم، مثلا میگفتن الهی پیر شین، بودو خودت پیر شین تو دلمون، برو بابا جون خودت پیر شو، نمیخوام پیر شم. امروز میفهمی که این بابا بیچاره میگفته آقا باید به خیر شی، یعنی پیر شی، اگه قراره پیر شی اینجوری بشی بهتره که نشی، همونجوری جوانی بای بای کنی و بری. حال تازه حالا ما پادشاه فصلهاشیم، پاییزشیم، وای به حال زمستانیانمون. باری به هر تقدیر این جو و شرایط پیشتاخته جمهوری اسلامی، عمل و اکره جمهوری اسلامی، روابط این خواننده ها لس آنجلس به کشورهای دیگه، کنسرت میذاشتن، خونه نداشت، جا نداشت، اینجا خواننده میرفته آلمان، میرفته نمیدونم اندونزی، میرفته
استرالیا جاما که نشه چهار تا بچه میدن نوکر کردم چاک کردیم عکس بگیرن اینا، بعد یه دختر خوشگل میاد سلام علیکم اینا، دختره که خونه داشته اینا میرفتن خونه یارو دختره تکون میخوردی، حالا دختر طلاق گرفته جدا شده هر چی یه بچه داره دو تا بچه داره یا نداره، اگه نداره که با احساساتشون بازی میکنن مالشون رو میخورن امکاناتشون ازش استفاده میکنن ولش میکنن میان، اون بیچاره هم هرت شده لطمه دیده فوش خواهر و مادر و زیر روشون رو میدن و اینا فکر میکنن جالبه تو این شهر بعضی از اینا این دلقک ملقک های بدنام قالتاق از ترس اینکه مبادا به مردم نشونشون بدی رابطه هاشون رو به من قطع میکنن، یعنی من اون چی که میگویم و اینا میشنوم برنامه های منو میبینن همه رو خودشون رو با من بستن، یعنی قفل کردن که من در واقع نتونم با اونو ارتباط داشته باشم چون اونایی که میگن و شیر میکنن رو به من نرسه، منتها اینقدر بیشعورن نمیفهمن که مال عقل عدیدشونه دیگه. آقایون خانما شما به هر کدوم از آدمایی که مورد مهر مردم هستن را میرین میلیون ها آدم به اندازه که اونا رو میشناسن از دور حداقل اسم میشنون، یه قالتاقی یا یه کلاهبردار کلاش دزدی هست اومده با فلان آدم میخواد کار کنه میخواد فلان کارو بکنه، مردم از دور میشنون میشناسن، حالا اینا میان میبندن رابطهشون رو در واقع که شما نبینی، نمیدونن هر کاری میکنن بغل دستی هاشون همونه که باشون صبح تا شب هستن تق 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 عکس میگیرن صداشون رو ضبط میکنن میفرستن، اینم جوابیست که از ناامنی در لس آنجلس درست شده. خب اینا میان میرن تو این کشورها، بعضی هاشون میرن مثلا یهویی میبینه اینجا دیگه بیکاره علاف کاره نیست، از اینا پر بودن اینجا در رفتن دبی، از دبی هم اونجا اینقدر کلاشی و کلاهبرداری کردن ما مردم خوردن در رفتن، از اونجا هم رفتن ایران، ایران هم رفتن باز اومدن هم این کار کنن گرفتنشون زندان و مندان و اینا یک عالمه بودن. یکی از اینا یه پسری بود به اسم سامان اومده بود اینجا یه مدتی اومد سه چهار روز خونه من بود و از این قصه و داستان دیدم به درد کار من نمیخوره ردش کردم رفت. این قضیه که میگم مال 7-8 سال پیشه، اون موقع که من رادیو خونه رو داشتم نه این دوره جدیدی که بود رادیو خونه رو داشتم، و این اومد تو شهر رو برش کردم بودم بره گمشه، رفت دیدم خیلی یارو از این کلش قالتاقات که از اینا هم زیادن الان هم تو این شهر خیلی هاشون هستن، این اومد و با ما رابطه برقرار کرده با چهار تا آشنا شد و از این ور رفت از اون ور رفت اومد رفت با بهرام و فروهر با منوچهر رستگار خدا بیامرزه با سلیمپور اینا توی ساختمون زندگی میکردن، با بهرام فروهر اومد رفت خونه سلیمپور برن آهنگ گوش کنن، سلیمپور خدا بیامرزه تش ببینید اینا چقدر بی صفتن، اینا چقدر بی چشم روان، اینا چقدر بی وجدانن، چقدر قلابیان، چقدر بی شخصیتن، اصلا قابل احترام نیستن. کیومرد سلیمپور همون آدمی بود که آهنگ باران میبارد امشب رو ساخت با شعر یک شاعر زیبای آفرین نازنینی که یک بارم با من تماس گرفت ولی دیگه بعد از این دیگه تماس نگرفت، من بعدا متوجه شدم که ایشون همون دوست شاعرم هستن. حال رحمان شکوفه پور، رحمان جون بهتون درود میگم، این رحمان شکوفه پور اون روز هم که به من زنگ زد باز در مورد یکی از این خواننده ها بود که برای من نوشت که بیا دیدی آیا امینی مثلا این کلاش قالتاقو، و دیدم چقدر درست میگفت، اون موقع که من متوجه نبودم که اینا چی میگن چون تازه من با اینا آشنا شده بودم، نگو پیش از این اینا لطماتشون رو به دیگران زده بودن، و همون که اومد سلیمپور باران میبارد اینجا که مرد یه خط که $1000 خرجش میشه 500 دلار دو تا حلوایی درست کنی 4 تا رو جمع کنی، دوست من آقای امیدی که خواننده شد با شعر و آهنگ این دو نفر حتی سر خاک سپاریش نرفت، باورتون میشه این آقایون این شکلی هن. حالا یکی یکی در ارتباط با همه اون چیزهایی که در ارتباط با خود من هست من حرف میزنم که بقیه هم بیان در ارتباط خودشون حرف بزنن. فرجان شاه‌تیموری رو دیدم، آرش جان شاه‌تیموری من گویا که از روی رادیو همصدا دات کام و چه خبر از ایران هم داره برنامه لایو ما رو پخش میکنه، اون روز شنبه ای به بچه روز خوب و خوشمزه در نهایت
مشکلات عمده‌ای که داریم. برای اینکه بجنگیم با این مشکلات باید با شادمانی با قدرت در مقابل این معضلات بایستیم. این شدائد زندگی نباید بتونه من و شما را از پا بندازه. تا آخرین نفس، تا آخرین قطره در مقابل همه چی میستیم و هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه به ما فائق بشه. کرونا غلط کرده، مگر اینکه ما بی احتیاطی بکنیم خودمون در معرض این اتفاق قرار بدیم، ولی کرونا همه جا هست. از چی میترسیم؟ مگر اینکه بزدلی و حقارت و بی ایمانی و بی اعتقادی و به خود ناباوری یا به خود کم باوریمون اینجوری میکنه که همش از یه چیزی میترسیم. حالا کرونا نبود، هاینیکن بود، نبود، بلک لیبل هم بود، شما عرق کشمش هم بود، با شما از بچ میترسیدیم، میترسیدیم، یادم ترس و ترس بود. عرض میکردم پسرک که چه کار خوبی کرد جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات گویا گرفتتش به جرم کلاهبرداری و دزدی و مزدی و همین کارهای تخریبی که میکنه، بیمار روانیه دیگه. و این پسر اومد رفت با بارون فروه خونه تعلیمپور خود بیامرد، سازنده آهنگ باران میبارد، سلیمپور آهنگ رو میزد، این ضبط کرد آهنگ سلیمپور رو برد، اومده بود ازش شعر آهنگ بخره، آهنگ رو گوش کرد، اون میزد میخوند، این ضبط میکنه تو جیبه ضبط صوت میذاره، ضبط میکنه، از در که میان بیرون میره اون آهنگ میده یه جور دیگه تنظیم میکنه، میره میخونه شعر آهنگ اون آقا رو و از اینجا هم در رفت. اینا خب بعد چیکارشون کرد؟ در واقع من از شما میپرسم، میای میری شعر و آهنگ یا آهنگساز رو التماس میکنی، استاد میکنی، وقت میگیری، میری پیشش، میشینی، برات مثل آدم میزنه، تو گوش کنی، تو ضبط میکنی، بعد تشکر میکنی، میگی بعدا و میری. اینو میدوزدی میبری، چی کارت باید؟ باید زدت، باید نمیدونم کلکی کردت هفت، باید یه کاری باید کرد، نمیشه باید هیچ کاری نکرد. چون آنچه که تا حالا دیگران نکردن سبب تاد این شد که تو ادامه بدی. ولی آدمایی هستن مثل من که صبر کوچیکنشون 5 سالشه، یک نیشکون، یک وشکون حرکت بگیره رو با 50 تا 5 گال یا 5 جور تلافی میکنن. گذشت و مزشت و این حرف هم ندارن. آرش جانم درود بر شما، گویا که آرش جاتبوری لایو پخش میکنه، امیدوارم که بله، امیدوارم این گونه باشه. پس میتونید از سایت چه خبر از ایران و رادیو همصدا.com هم ببینید، از سایت میثم حسنی، هر کدوم از بچهای دوستای من که زیاد بیننده و شنونده و ارتباط دارن اینا لایف پخش میکنن و خیلی ها اینجا اونجا میبینن که برای من بعدن مینویسن منو پیدا میکنن یا مینویسن که ما دیدیم فلان. دست همتون درد نکنه، همتون متشکرم. ما هممون یه سری هم دردیم، یه سری آواره ایم، یه سری لطمه دیده ایم به وسیله یه سری قالطاق شیاد بیره به عنوان ایرانی و به عنوان انسان که سکوت کردیم سالها و من هرگز سکوت نکردم و در مقابل هر متجاوزی ایستادم. از این بابت غیر ممکنه، میگه چو در تاز لغزنده، تو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. یه موقع بود زوری بود، میزدی فلان میکردی، بیتار میکردی، هر کاری میتونستی میکنی میکردی، امروز هم همون کار میکنی به یه شکل دیگه. من نیز این گونم. محال کسی به ارزش های من، به باورهای من، به رابطه باور من به تو احترام میذارم، تو خونم میای، میری یه چیزی تو خونم بلند میکنی، این یعنی من احمق میشم. تو یعنی قالطاق شیادی، باید دستت قطع کرد و نگذاشت که تو جامعه زندگی کنی. باید به طور گوناگون این را هر روز تر کرد که جامعه بدونه شما کی هستی و من نیز چنین میکنم. باری این جو رو این گونه اینا درست کردن. حالا از اینجا میاد میره بیرون، میره فلانجا، یه خانم نازنینه، لطفه دیده اونه که جدا شده، یه بچه، دو تا بچه رو دستش مونده، فکر میکرده این آقای اینه اونه، رفته تو زندگی دیده نبا یک کود شیمیایی، یک قالطاق شیاد فریبکاری که خودش هم بدبخت کرده، بچه هاش هم بدبخت کرده، یعنی نابود کرده خودش و جامعه و همسرش و آینده همسرش و آینده بچه هاشو، و یا تو حبسه یا فراریه یا اینا رو گذاشته در رفته. از اینا هم پر دوره برمون داریم. یارو قالطاقه از اینجا در میره، میره تو اون شهر، میره تو این شهر، میره ترکیه، میره دبی، میره اروپا، با یکی اینا آشنا میشه، میره جا نداره دیگه، یو میبینی یه زمستون اونجا افتاده، 3 ماه 4 ماه اونجا افتاده و دیگه حالا خوشحالم است که
این خانمه سرش هم گرمه با یه بچه، تکون میخوری بچه گنده میشه، میشه با خودش یه دختر خانم بزرگ یا آقا پسر بزرگ. بعد خب چی میخوای بگی؟ بعد اون دخترم غرور داره دیگه، رعایتش باید بکنی، میگه بچه‌م بچه‌م بچه‌م، جدی قضیه جدی میشه. خب میاد تو این محیط، به اعتبار تو با آدم‌ها آشنا میشه، اگر شما نبودی اصلا یه محیط دیگه بود، پرتاب بود، به اعتبار شما و رابطه شما با محیطت میاد تو این محیط. این به خاطر تأمین عقده‌هاش، به خاطر خودنمایی، به خاطر که یه آدم بی پدر در مونده بدبخت با یه مادر حیوانی گرفتار و تن در بده به هر چیزی، امروز مداخله پیدا میکنه در تاریخ موسیقی ایران زمین. این بدبختی، همه اینا رو گفتم برسیم به اینجا، اینا میشن مداخله کننده در مسائل موسیقی. حالا خودش یه آدم علاف بیکار غیر متخصص بی سواد، مامانش یه معشوقی داشته، خواننده بوده، یه پولی در میورده، این شام میخورده، نهار میخورده، آره این دختر رفته دانشگاه، یا اون پسر رفته اینجا، رفته اونجا، و چشم تو باز میکنه میبینی با یک فاجعه تاریخی طرف میشه. رابطه است دیگه، اینا هم که این اپلیکیشن ها دستشونه، هر کاری بتونن میکنن، تو این کشور، تو اون کشور، اینجا، اونجا، از اینجا به اونجا. و امروز هم این فاجعه بزرگ ملی تحقیر ملت ایران به وسیله اون مردک عربستانی، این تحقیر کرد شما رو با 4-5 میلیون گاوی ملت ایران که ما موشک نمیدونم اینجوری داریم اونجوری داریم، و ایران ایران نمیگه که اینا، میبینه که اینا مخالف جمهوری اسلامی نیستن، میبینه هیچ کدومشون مخالف جمهوری اسلامی نیستن. حالا هم دو تا چیز از روی نادانی و از روی بیخبری، چهار تا آدم دیگه میخوان معروف شن، میان یه چیزی میدن به اینا، اینا میخونن اصلا نمیفهمن چی میخونن. بریم گوش کنیم، بریم ببینیم خونده هاشونو، بریم ببینیم. حالا اومدن کار سیاسی بکنن، کار سیاسی کردنشون هم مسخره است. آخه مال بیچوری دیگه، خودش که انتخاب نمیکنه، کسای دیگه براشون انتخاب میکنن. اون دختره، اون خانم، اون آقا میاد میگه اینو مثلا شما گوش کن، اینم میبینه خب نباید پول بده، میاد میره میخونه. و دائما هم رو هوان دیگه، نوش جونشون، تا جایی که در کنار مردم باشن، برای مردم کاری بکنن، برای مبارزه کاری بکنن، کمک به هنرمندانی که به اینا کمک کردن، شعر و آهنگای اینا رو خونده، رفتن اون بالا 100,000-200,000 دلاری شدن، مال اینا رو خوردن و بردن و ندید گرفتن و هر چی بوده در گذشته، لجن بوده همه زندگیشون، لجن یعنی زندگی شخصیشون، که اصلا شما گریه میکنید. امروز هم که میان بیچاره حرف بزنن، میگن آقا دیگه حالا آبرو داریم دیگه، آخه فلان اینه اونه نگیر آقا دیگه، حالا چیکار میشه کرد؟ نه آقا، بذاریم مردم اینا رو بشناسن، بذاریم بگن، هیچ کاری هم نمیخواد مردم بکنه، هیچ تاثیری هم نداشته باشه، نداشته باشه، چه اشکالی داره؟ مگه باید مردم چیکار بکنن؟ فقط مردم بدونن که بدونن شما چه کترانی هستین، چه حیواناتی هستین به جای هنرمندان سرزمین ما. و امروز هم بچه ها نگاه و نظریات خودشونو دارن. یه سری بچه موزیسی هنن که بیچاره کاتب هم میرن با هر خواننده اونو مرده شورن، همه جا میرن میزنن، ولی خیلی ها توشون هستن، ارزشی هستن، انسان هم با معرفت هم میهن پرستن، با وجدان هم، مادرشون رو دوست دارن، پدرشون رو دوست دارن، آزادی رو برای همه میخوان، نه اینکه گور پدر مردم، حالی که من تو امریکا بقیه برام بمیرن، نه، اینا حیواناتی هستن که شکل انسان هم را میرن، تو جامعه هنری هم پرن. و اونایی که با شرف هستن اینگونه نیستن، چون ببینید برای تحقیر مردم با 4-5 میلیون همه اینا رو هم دیگه تبلیغ تمام دنیا رو در بوق و کرنا کرنا میکنن و سرنا میکنن و در بوق و کرنا فریاد میزنن که آی بشه تابید در بنگاه شادمانی ایرانیان، این ایرانیان اینان. اونا میخوان برن در کنار بزرگان تاریخ موسیقی جهان، در مقابل صداهایی که خدا واقعا خیلی بهشون لطف کرده، و اینا هستن. من دیگه چه عرض کنم؟ حالا بعضی میگن آقا این شادمانیه، خب میرن میخونن، مردم شاد، کدوم مردم شاد میکنن؟ مردمی که تو عربستان هستن، یعنی عربا رو شاد میکنن، یا ایرانیانی که اونجا هستن؟ ایرانیه که اونجا هستن بدون دولت میتونن کاری بکنن. یکی دیروز دیشب دیدم در این رادیو حرف میزد، آوی ببینید این عربستان تازگی گذاشته زنانش رانندگی بکنن، ببینید. ای بابا، ای بابا، ای بابا، بعد تو سرش خراب کرد،
دخترش، مادرش، خواهرش جرأت نداره بدون روسری تو خیابون راه بره، جرأت نداره رانندگی بکنه، یه مسافرت به تنهایی نمیتونه بره و به گوله زد تو این مغز متعفن. حالا چون اومده الان در شرایط کنونی میخواد فضا رو باز کنه، حالا گفته خواهرم دخترم تو بیاشون پشت ماشین رانندگی کن. وای چه حرکت دموکراتیکی شد! مال بیشعوری مونه، مال نادانی مونه. اینا از روی اجباره، اینا نماد جهلن، اینا سمبل و نمادی بودن که دین ما پیروی از اینا کرد. و یه چیزی که خیلی جالبه، کعبه رو تعطیل کردن. خدایا تو هم میترسی از کرونا؟ ای خدای بود دل عربا، این ویروس دیدی چه تو دهنه زد با اون آجر ماجرات و با اون دکون دستک تنبکی که اینا درست کردن؟ میگن خدا خونش اونجا، خدا خونش اینجا، خدا تو قلبته، خدا تو شرفته، خدا تو وجدانته، خدا تو انسانیتته. خدا کجاست؟ میری پول میدین دور یه جا علاکی میگردین؟ خب بیا برو یه سری گشنه رو سیر کن، یه سری بچه یتیم رو شب ببر غذا در خونش بده، یه سری دختر و پسرهای مونده این بچه های زندانی، این حیوان ها از همه جا وامونده، از همه جا درمونده، نه کتاب دارن، نه کیف دارن، نه کفش دارن، نه لباس دارن. برو نگاه کن ببین چجوری دارن تو سیستان و بلوچستان زندگی میکنن. برو نگاه کن ببین تو خراسان و تو اهواز و آبادان و خرمشهر و مرکز سلیمان و گیلان و مازندران ما چجوری در رشت و در بندر انزلی، ببین چگونه دارن زندگی میکنن. خفه شدیم، کوریم، حرفای گنده تر از دهنمون میزنیم. خب اگرم بیای که حرف بزنی بعد آقا دیگه اینا مطربن ولشون کن. آقا این تاریخ موسیقی ایران زمینه، عربستان میکشه، بهتون تجاوز میکنه، یه سری رو لس آنجلس به اسم ایران و ایرانی میبرن اونجا، میگن اینا اینن، اینا با دوزار خرید و فروش میشن. حالا اونایی که این وسط این برنامه رو درست کردن از اول دنبالش رفتن، چگونه شد دنبالش رفتن؟ از اون تلویزیون ایران انترنشنال این موضوع شروع میشه، کیا دنبالش میان، تو این شهر اومدن، اومدن کیا رو با کیا آشنا کردن، چه اتفاقی افتاد. اینا هم یه قصه ایه، اینا هم یک سری هستن به هم دیگه میگن نگیم به مسعود امینی ها، نگیم به مسعود امینی ها، از من پنهان میکنن چون میدونن من به خودشون میگم مخالفت میکنم، اونی که غلطه، اونی که درسته تشویقشون میکنم، ازشون حمایت میکنم. علی جان خامنه پور، علی خامنه ای باز اومدی تو برابرت، دهن ما رو آلوده کردی به اسم رهبرت علی خامنه، علی خامنه پور. آمنه جان درود بر شما. آمنه، آمنه جان کجایید شما؟ شرار جان شما چطورین؟ خوبی؟ مرسی همتون بچه بودون، دستون درد نکنم. ببینید این هایی که من میگم، این بچه هایی که هستن، به خود این علی کوچیک ما، این علی خامنه پور تازگی را افتاده دیگه. علی هم سنوزه بوده، از سنوزه زندگی میکرد، آمد اینجا و الان را افتاده با این بچه ها تو همه جا هست، از بزرگداشت ایرج تا هر جای دیگه. و بسیار آدم منتقدیه، بسیار آدم نازکبینیه، خیلی بچه ایران دوستیه، میهن پرستیه و هر کاری که بتونه میکنه. شعرهای من رو به خوبی همه رو بلده، یکی از مبلغین شعر منه، در شبهای شعر از شعرهای من میخونه، این بر اون بر برای دیگران مینویسه. منم خوشحال میشم تا زنده هستم، خودم لذتشو میبرم و میبینم لطف خدای سرزمینم، بچه های سرزمین من، هزاران هزار بچه مثل من، مثل فکر من میخوان شعر بنویسن. هوشمند عقیلی میگفت که مطلب خیلی جالبه، بچه هایی که تو ایران ترانه میگن همه به زبان شعر تو ترانه میگن. گفتم نه، اینا استعداد خودشونه و خدا رو شکر که این گونه است. خب منم زبان مردم هم، زبان کوچه هم، زبان معیارم. و علی جانم، علی جون، بچه ها اینایی که نوشتین و مینویسین، من اینا رو اگه بخونم مجبور میشم جواب بدم، اونایی که خودم میخواستم بگم یادم میره، بذارید من اینا رو هر کدوم دفعه بعد جواب میدم. همونطور که خدمتتون گفتم، ما قراره که علاوه بر شنبه و یک شنبه ها و لایو روی رادیو همصدا دات کام و چه خبر از ایران آرش شاه تیموری در سوئد و ده ها بچه های دیگه که برنامه من رو لایو پخش میکنن، هر کی هر کجا که هست، ما تصمیم گرفتیم که خودمون بتونیم
با تلفنمون گفتگوهایی بکنیم با مبارزین آزادی خواهان، هنرمندان، اونایی که حرفی دارن، اونایی که تأثیر دارن. گفتم بهتون پریشب که با شهبار بودم، شهبار عزیزم هم نظر من بود، خیلی دلم میخواد با شهبار صحبت کنم در این ارتباط، چون شهرام برادرش هم اونجاست. شهرام هم رفته، لیلا هم رفته، ایبی هم رفته، اندی هم رفته، آرش هم رفته، ساسیمانکن هم رفته و همونطور که بهتون گفتم پویا یک چیزی نوشته بود برای ساسیمانکن و امیر تتلو که میکشمتون و پای حرفش هم وای میستم و از این چیزا. این حرفا من نمیدونم یعنی چی، به چه دلیلی، ولی به هر تقدیر جوونن یه حرفایی میزنن. به جای این حرفا، به جای اونا رو تحقیر کردن، اونا آرزه اجتماعی هستن، باید باشن. اگر امیر تتلو نباشه، فرق امیر تتلو با یه آدم درست که معلوم نمیشه. فرق آقای فرانی با یه آدم درست بخونه، شعر درست بخونه که معلوم نمیشه. باید اینا باشن، همه رنگ ها باشن. در گذشته ما هم اینجوری بود، از بدترینشون تو فاحشه خونه ها و شهر نو تهران بودن تا تو کافه ها، تا تو کاباره ها، تا رادیو تلویزیون مملکت، تا تو دربار. این جامعه هست. حالا آخ اینو نگو، آخ اسم نگو، این اسم بده رو ار بگی. چه اسم بده؟ شما چی بهش بگیم؟ بگی شهر کنه، بگید نمیدونم روت بی خانه، هر چی که میگی. اینجوری بود دیگه، بگی نبود. خیلی از این بود سیانایی که من قدیم میشتم همونجا تو جمشید ممشید تاعت میزدن و تار میزدن و با این برای بچه ها کار میکردن، ویانون میزدن، عود میزدن، ویانون تل میزدن. خیلی هاشون هستن. من از اون گذشته های بچگی ها بینا یادمه که دیگه بعدا خودم اومدم تو تاریخ موسیقی سرزمینمون از 13-14 سالگی و قصه و داستان های زندگی هنری ما و و خدا رو شکر که اونایی که با من بودن اینجا هستن، مثل بیژن قادری، مثل ابی لیتر و مثل ده ها و صد ها بچه های دیگه. کوروش و احمد دو تا دیگه بچه های هستن با گروه فلاورت که من بودم، یه عکس هم داریم، یه صفحه هم داریم که ما ارکستر فریدون فرخزاد بودیم. اون بچه هم اینجا. خوشبختانه از موزیسین هایی که با ما کار میکردن خیلی هاشون اینجا هستن، تو امریکا هستن. بعد یه دوره ما با هیپیا کار میکردیم، علاوه بر لیترز من یه دوره با هیپیا کار میکردم. آلوش جدا شد از هیپیا، من و سعید و مهرداد و خوانندمون که اینجاست و در تنهوزه خیلی موفق شده، خودش، خانوادهش، اینا خیلی هم دارم براش تنگ میشه. تورج عزیزم از اون عکسایی که پوستر میکردیم به در و دیوار میزدیم، پیپیا موهای همه تا اینجا و اینا و ارکستر ما، من از این عکسا با این برای بچه هایی که کار میکردم موزیسین ها که امروز هر کدوم برای خودشون یه ستونی هستن در تاریخ موسیقی سرزمینمون، این جای خوشحالیه برای من که این مسیر رو در واقع مکاتب گوناگون، آدمای مختلف، استعدادهای گوناگون، هزاران صدای زیبا، هزاران آدمی که میخوردن گیتار رو تو دستشون، هزاران آدمی که پشت پیانو میشستن خوابتون میگیره و زیبایی نوازی، با اینا من کار کردم. تو خونه ما، تو خونه اونا، تو زیر زمین نشستیم ساز زدیم روزها شبها. ما که نمیدونستیم انگلیسی که بلد نبودیم، گرام تپات بود میذاشتیم دورش کم میکردیم، ریتما رو پیدا میکردیم، تپ 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 اینا اومدن مسئول عمرشون رو میذارن در اختیار یه سری آدم وامونده درمونده به اسم خواننده. یارو میاد میخونه، ها ها ها، نه مغز داره، نه شعور داره، نه شرف داره، بیمار روحی، بیمار جسمیه و بیماری های گوناگونی دارن، به خصوص بیماری های در واقع بیرون از تعریف اجتماعی که جامعه نمیپسنده، ولی خب اینا هستن، براشون فرق نمیکنه. چه اون آقا سعیده بود که قرآن میخوند، معلم قرآن جمهوری اسلامی بود، چی بود اون اکبریه، اینا اکثرشون شاگرد اون بودن و از دری دست اون رد شدن و اومدن اینجا. خب دیگه اینجا هم وضعیتید خلاصه در ارتباط با اینا هر کدوم جدا جدا من هر اون چی که بتونم درست هست رو میکنم. و یکی از چیزهای فاجعه آور اینه که اینا به شما که نزدیک میشن، با شما که حرف میزنن ضبط میکنن. بعضی هستن تلفن که میزنن، اون چند وقتا یکی از این دلغکا یه خواننده نکبتی هست،
یه بیشعوری دائما لخت و پتی و سینه‌شو مینده بیرون، پاچه‌شو مینده بیرون، نمیدونم اینجاشو عمل میکنه، اونجاشو عمل میکنه، چطفیل هم میخواد خودشو قاطی آجیل بکنه، این نکبت داشت به من حرف میداد، من فهمیدم صدای منو داره ضبط میکنه، یوی حرفایی میداد، من دیدم این حرفا اصلا حرفای این نیست، این حرفا چیه، فهمیدم و آنچه که لازم بود باهاش کردم و به اون و به بقیه‌تون میگم و به اون پسره که دور بر من بود که اومد توی بیمارستان از من ویدیو گرفت، روی تخت بیمارستان بودم، رفت نشون داد، بعد اومده رفته نشسته به بقیه گفته من پیشش بودم، منو بیرون کرد، باید چیکارت میکردم از خونم، وقتی چندر قاب پول اومد تو جیبت اومدی نشستی گریه کردی، گفتی من سرطان دارم، اما من دیگه نمیتونم بخونم، چون یه پول اومده بود جیبت، یه دختر رو قرض زده بودی، فکر کرده بودی الان میره خونه دختره زندگی میکنی، منم بهت گفتم پشو برو، حالا میری میشینی میشه رفیقای من حرفای گنده تر از خودت میزنی، اونام چون این آدم نیست به من نمیگن، حالا بعد یاشون میان میگن، اون خودش چیه دلغکتر از اونم هست که اون یکی دیگه برجد میشه به دیر یا زود همه گی تو این شهر خواهیم شنید که چه اتفاقایی خواهد افتاد و اصلا لازمه که بیفته و خواهد افتاد، مطمئن باشید. باری ما تو این جب و شرایط زندگی میکنیم و خب اینا خریدنی هم فروختنی هم قلابی هم، هنر چیه، هنر من کدومه، تعهد کدومه، اصلا نمیفهمن، یارو دنبال اینه برقصه، نمیدونم زن بشه، مردانگیش بده ماتیک بماله که میخواد مردم بشناسنش، آخه تو رو میشناسن به چه اعتباری تو رو بشناسن؟ به اعتباری که به همسرشون، به دوست دخترشون میگن بغل این نشین دست میکنه تو کیفت؟ آخه به یه اعتباری باید شما رو مردم دوست داشته باشن دیگه. در این ارتباطات والا من از بس که اینقدر قصه داستان دوره برم دارم میگم که رجوع کدوماشون حرف بزنم، این کرونا و این کنسرت عربستان و اینا در واقع نقش اول تریان مراد برقی جامعه ایرانی رو داره بازی میکنه، به خصوص تعطیلی تمام شهرها به جز قم دیگه، این قصه است، این مردم تنت برداز زیبای آفرین در واقع نازک بین انقدر تند حجم حضر بر علیه اینا نوشتن و می نویسند که آفر این فرهنگ مقاومت مردم سرزمین ما در مقابل حکومتی که داره بهش حکومت میکنه و در خارج از کشور حالا یک تری ها دیگه قطع رابطه شده نمیذارن میان، یک تری ها میرن و میان، یک تری ها دنبال این هستن تیمای تازه دارن درست میکنن برای خودشون که بتونن از اینجا عبور بکنن، منتظر انتخابات ترامپ هستن و این اسمشون آدم های مذهبی سیاسیه، از بنیاد مذهبیش قالتاق گرفته، از این شیاد های مغز پوکای مغز نخوشیه عقب افتاده شکم گنده متعفن، از صبح تا شب نشستن جرأت که ندارن، خودشون که شرف ندارن، میرن یک گنده گنده باقالی جاهل از اون بیشعورتر رو پیدا میکنن، یه پولی به یارو میدن، یارو رو میفرستن جلو که اونام که میان همشون کتک میخورن میرن، حالا میمونه این خود یارو، حالا میاد کلک درست میکنه، حالا با اف بی آی، با رئیس پلیس، با اینایی که میان، مرتی که این آدمایی که میان در بنیادهای مذهبی میرن اینجا و اونجا میرن، اینا میان از کشورشون، از امنیت کشورشون آگاه باشن، از مسائل کشورشون آگاه باشن، نمیان پسر خاله و دختر خاله تو باشن، مثل اون یارو پسر تلویزیونه افتخارش اینه که با پلیس کار میکنه، نگاه کنین مزدوری و وطن فروشی و خود فروشی و زن فروشی و مادر فروشی شده با پلیس کار کردن افتخار شده و اینا اینو استفاده میکنن. آقا من یه سیتیزن امریکا هستم، امنیت این کشور امنیت منه، دست عوامل جمهوری اسلامی رو قطع کردن یکی از وظایف ملی همه ایرانیان ایران پرست ایران خداییانی هستن که در یک کشور آزاد به عنوان کشور دومشون دارن زندگی میکنن، یعنی از قوانین این کشور متابعت میکنن، اطاعت میکنن، قانونمندن و بر علیه همه قانون شکنان این شهر و عمله و اکرش و اینا که پول دارن تو خونهشون جمع میشن. آقا شرف ندارین، چرا دور هم دیگه جمع میشین تو خونه هاتون؟ اگه کار درست نمی کنین، اگه شرف دارین وسط میدون این همه هنرمند گرفتار، این همه مردم گرفتار، این همه بچه های سرزمین من گرسنه و
تشنه در به در آواره. اردوغان بیرونش کرده تو یونان موندن تو وسط بیابون، میزننشون میکشنشون، پای برهنه تلفناشون رو گرفتن، پولاشون رو گرفتن، کفششون هم ازشون گرفتن. با بچه های کوچولو تو رو خدا یه دقیقه فقط فکر کن، فکر کن بچت، فکر کن خواهرت، فکر کن بچه برادر خواهرت، فکر کن خودت. یک لحظه خودت بذار جای اونا، بعد وجدانت بیدار میشه، وقت سعی میکنی یه کاری بکنی. حالا صداتو میتونی خرج این راه بکنی، پولتو میتونی بکنی، اندیشتو میتونی بکنی، خلاقیتتو میتونی، هر کاری که میتونی بکنی خرج این راه بکنی. یک نیروی درست کنی، یک گروهی درست کنیم، گروه آزادی ستانان بچه های ایران زمین در لس آنجلس. نیروهایی هستن، بچه های شریفی هستن که معترضن به همه اینا. میبینی که دم این کنسرت منسرت ها میرن اعتراض میکنن، و دم یکی از این کنسرت ها که رفته بودن، این بچه های یه سایتی هست به اسم سایت ارواح خبیثه هست، حتما دیگه باید اسمشو اینو گذاشت، و این بچه های لس آنجلس میرن به اینا اعتراض میکنن. اون زینب سادته، زینب بنداز لس آنجلس که حالا شده سلطنت طلب و کلشو بریده یه کله دیگه گذاشت، لبا اینجوری، چشا اینجوری و گردن چروک، ولی اینجا همه مثل آین استاف، اینجاشو میبنده اونجاشو میبنده معلوم نشه. این سلطنت طلبه رفته بود به اونا فوش میداد که چرا اومدین اعتراض میکنین به خوانندگان جمهوری اسلامی. باورتون میشه کلیپشم من ده ها بار گذاشتم، صدها بارم گذاشتم. حالا اینا زورشون که نمیرسه، میرن تو کلک درست کردن. آقا با من حتی کلکی هم دیگه نمیتونین کاری بکنید. من آدم قانونمندی هستم، FBI میدونه، دولت امریکا میدونه، چه میدونم وزارت امور خارجه امریکا میدونه، بر اساس روابطی که برای کشتن من پیش آوردن اینا در اروپا، اینا همه اینوار به مسائل من هستن، نظارت میکنن، میبینن حساب کتاب زندگی من و چگونه من ایستادم بر سر ارزش های ایرانی و برای دفاع از حق و حقوق مردم این کشور و امنیت این کشور هر کاری تونستم کردم و نیز میکنم. و دارن همه رو نگاه میکنن، میبینن بیشتر از شما زندگی من رو میپان، جز حمایت از من، جز تشکر از من، جز کار درست انجام دادن چیزی از من ندیدن. حالا تو رو تو صورت میامد هر غلطی دارد میخواد بکنی بکن، ولی یادتون باشه شماهایی که مانی لاندری میکنین، شماهایی که تبرتاد این شده تو این سالها، از روز اول این تلویزیون ها که اومدن، از اون مهران عبدشاه اول اومد، این دختر شایسته میذاشت و دختر شایسته انتخاب میکرد، این دختر شایسته رو میبرد دبی و میبرد و تلویزیون داشت، منم در اون تلویزیون کار میکرد. بهش هم چند دفعه گفتم فقط میخنده، هر وقتم بهش میگی میخنده، یعنی یه آدم مثل بقیه اینا، وجدان، اخلاق، معرفت، انسانیت هیچ کدومشو نداره. اگر داشت به جد این رفتار میکرد، حداقل با منی که بهش کمک کردم، نه اون، بقیه دیگه هاشون، نه اون تلویزیون داراشون، خواننده هاشون اینا. خب مگسان گرد شیرینی هستن، یه جایی شما تو ویدیوها اینا رو میبینید، مردم هر چی در اینا میبینید، از هر کجا میبینید همه رو نگاه کنید، گوش کنید و خودتون رو منتقل کنید به سایت مسعود امینی و رادیو همصدا دات کام، رادیو همصدا دات کام و چه خبر از ایران و ده ها و ده ها بچه های سرزمینمون که کمک میکنن، این برنامه منو شیر میکنن، به دست دیگران میرسونن و مردم متوجه میشن. متوجه میشیم آقا اینا اگر منتظرین برای آزادی من و شما کاری بکنن، هیچ کدومش از عبی حرفا نیستن، یعنی قطع رابطه، قطع امید که اینا بخوان در دفاع از مردم باشن. خب حالا یه کاری فقط میتونن بکنن، اینه که خوانندن و اینا بیان یه وسیله بشن، یه جای جمع شیم، امکانات مالی جمع کنیم، از این همه پولدار با شرف، این همه آدمای خیر، از بد که این خواننده ها کلاه مردم و دوره بریا تو این کافه تو اون کافه برداشتن، اگه یه بدبختی روی قبله هم باشه میگن آقا ما دیگه اصلا مسعود جون فلانی اومد اینجوری کرد، کی اگه اومد تو خونه من این کاری کرد، اون اومد چید منو بلند کرد، اون اومد نمیدونم دخترمو میخواست بلند کنه، اون اومد رفت و نخواست زنم، همین جوری از این قصه و داستانا داریم. این بیوجدانا نیومدن دور هم دیگه جمع بشن یه کاری برای بچهای میشه خیابون، بچهای کار، ایوونیا تو آشغال غذا میخورن، شرف داری تو خواننده،
هنرمند تو وجدان داری؟ یکی جلوی تو یه بچه خوشگره تر تمیده چرک شده از بس که تو آشغال خوابیده، از بس که تو آشغال گشته. یاد بچگی های خودمون بیفتیم، یادمون بیفتی کجا زندگی کردیم. این میگرده تخروش تو رو گیر بیاره بخوره، داده یه لقمشو بخوره ببره برای خواهر کوچیکش، برای خواهر بزرگش، برای مادر و پدر بیکارش تو خونه نشستن. اینا قهرمانان ملی ما هستن، اینا هستن، این بچه های قربانی هستن، اینا وارثان سرزمین من و شما هستن. هر یه دونه از اینا، هر کدومشون میتونه فردای فردوسی باشه، هر کدوم میتونه یه مولانا و یه خیام باشه. از بین اینا بسیاران بودن که جاودانگان تاریخن، همینایی که کف کوچه بودن، همینایی که پدر و مادر نداشتن، خدا بهشون لطف کرده بوده، استعداد داشتن، در جای درست افتادن، رشد کردن. وقتی هم رشد کردن جز کمک و کار خیر و کار انسانی کار دیگه نکردن. ولی خب شما چیکار میکنید؟ این جامعه هنری که تا حالا دوره هم دیگه جمع شده، بیاییم مردم سال گذشته اونایی که بین ما بودن نیستن رو یه مرور کنیم، ببینیم چه کسانی، همینه که مانوک عزیزم مثلا، مانوک خدا بخشی، استاد فرهنگ فرایی عزیزم، رافی خاشتوریان عزیزم، مسعود صدر عزیزم، اینایی که ما میشتیم باشون در ارتباط بودیم و هزاران هزار آدمای دیگه، خواننده ها و هنرمندان دیگه ای که بودن، مردمانی بودن که دوستان ما بودن و امروز نیستن، اینایی که شما به عنوان شاخصهای اجتماعی میشناسینشون، در تلویزیون بودن، در اینجا بودن، در اونجا بودن. همین مانوکو از مردش هم یه علیرضای قالطاقه تو استفاده میکنه. مانوکو اوورد برای خودش یه کاوری درست کنه که این فوشایی که بهش میدن میگن تو عامل جمهوری اسلامی هستی و درست هم میگن، ماهی 700,000 دلار فقط پول آگهی میگرفته. اون مسعود جمالی شاهد. همین حمید لواسانی به من تو همون یک آخرین برنامه‌ای که من با امیر قاسمی با هم می‌خواست گفتگو بکنه رفتم، حمید لواسانی اون موقع به من گفت آقا امینی ما 700,000 دلار. مسعود به من گفته 600,000 دلار. ببینید مردم، با ما 600,000 دلار تلویزیون تپش رو انداختن، مال کمپانی‌ها رو خوردن، مال ساتلایت خوردن، هر چی تونستن دزدیدن خوردن و بردن. اینا اومدن تضییع کردن موسیقی سرزمین من و شما شدن. آقا من عمر جوانیمو در این راه گذاشتم، من تاریخ موسیقی سرزمینم، از استعداد هنرمندان بی بدیل که نمیذارن حرف بزنن صداشونم، من صدای همه آدم های درد مردم، همه بچه های شجاع با استعداد سرزمینم، از هر کجای ایران. چه فرقی میکنه وقتی گرفتاره؟ دردش درد منه، من چیکار میتونم براش بکنم؟ من که امکان مالی ندارم برای اینو کاری بکنم. به اینو اون میگم 4 تا 10 تا آدم با شرفم پرن تو این شهر، به هر کدومشون میگی نه نمیگن، ولی آدم میترسه حتی هم بره برای کمک هم کمک دیگران بگیره. چرا؟ برای اینکه یارو میاد پیشت التماس میکنه، گریه میکنه، زاری میکنه، از اون زنگ میزنه این بعد میفرسی میره میبینه اه یارو دروغ گفته، یارو مثلا تو کازینوهای ترکیه داره قمار میکنه، دائما تو این کازینو مدینا زنگ میزنه التماس میکنه، بچه‌م گوشه خیابون بوده، تو هم آدمی انسانی، دلت میسوزه، از چه میدونم شام شبت هم شده میزنی چندر قاضم شده، به عنوان اینکه تو وجدانت راحت باشه یه کاری کردی رو میکنی. خب عادت که از این قالطاق هستن و این خواننده های قالطاق تر از اونا، اینا که میان تیغای گنده گنده ول میکنن، ما میخوام نوار بزنیم، میخوام این کارو بکنیم، الان اونجوری میشه، ما این میشیم، انقدر تو اینا همش کشکه. یارو که بیاد یه دونه آهنگ بگیره اصلا دیگه با شما کار نداره. صد ها اینا دور بر ما پرن، همینه که امروز شما جیغ میزنی، سوت میزنی، هورا میکشین، آی آقای کی، آقای چی، اینا رو موضوعات سیاسی میان اینا رو میذارن اون جلو، بزرگ میکنن، گنده میکنن، گنده میکنن، شوار میشونن پای اونا، عاطل و باطل. حاصلش رو نگاه کنی از این برنامه هایی که خواننده انتخاب میکنن، هنرمند میارن، آیا یکی اینا سر کار میره؟ آیا یکی برای این شعر و آهنگ ضبط میکنه که اینا بیان بخونن؟ آیا به عنوان خوانندگان آینده تاریخ موسیقی سرزمین ما خواهم بود؟ این همه استعداد دارن، ببینی استعدادشون بی نظیره، هر کدومشون در جای خودشون، تو رشته و کار خودشون. خب اینها جمع میشن زیر یه سقف، همه رو میشونن پاش، محصولش چی؟ تکون میخوری 5 سال دیگه هم گذشت، همین خواننده هم خودشون رفتن دیگه، هیچ اعتباری به فردای هیچ کسی نیست. این زندگی یک ثانیه بعد هم معلوم نیست.
الان هستی، ممکنه یه دقیقه بعد نباشی، میرسی به این جمع‌بندی واقعی زندگی. خب بابا شرف مگه نداری؟ انسان مگه نیستی؟ بیدار شو، یه کاری برای بقیه بکن، یه کاری بکن برای میهنت، برای هر، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، هر کاری میتونی بکنی، نترس. این آقای دکتر کی؟ اگه اون نمیدونم رئیس اونجا، اون فلانه، برن جمع کنن این حرفا رو. با کار غیر قانونی نمیکنی و کسی هم نمیترسی. باراتو نترسن که نترسیم از کس. آزادی ما کنج زندان قفس. ما دفتر رسم خیش امضا کردیم، آواره آزاده، همین ما رو بس. این موضوع کنسرت این بچه ها و جریه دار شدن احساسات ملی مردم و بازی سیاسی که بازی خوردن اینا، اینا رو جمع کرد. آخه خودت بود تو چی کاری یورپ دی عربستان؟ چرا شما رو فلهی جمعتون کردن؟ چرا نمیدونم عربستان حالا تو این وطن چی شده؟ او یه پدیده تازه برای تابو شکستن، برای شکستن تابوهای گوناگون. این تابوها، این تابوها شکسته شده و میشکنن با پول، میخرنت. پادشاه عربستان، آقای جوان قاتل، جنایتکار، دشمن زن، دشمن خلقهای سرزمین من، قاتل بچه های سرزمین من، قاتل میهن من، به دنبال تخریب سرزمین من هستی. همین جمهوری اسلامی پیزوری که ما فوکش میدیم، اگر اینا این جمهوری اسلامی پیزوری رو بردارن، ایران من و شما دیگه ایرانی نمیمونه. اینا به من و تو رحم نمیکنن. میلیون ها پولشون از ترتشون دارن میدن به یه باشخوره، یه گردن کلفتی به اسم آقای ترام. خب گردن کلفت میگیره، هر که با همش بیش برفش بیشتر. این مردم سرمایه گذاری کردن رو استعداد انسان ها، از همه دنیا جمع کردن، مغزه رو آوردن اینجا امریکا رو ساختن. امروز ما به عنوان آوارگان مسرزمین زیر نفوذ این نظام ننگین، تفکر خمینی جنایتکار، علی خامنه ای از اون بدتر و ابلهتر، ما رو بدبخت و آوار و دربدر کرده به خاطر بهش. آقا من نمیخوام بهش برم، من نمیخوام دین تو رو، من باورمند به ارزش های خودم هستم. خدای من، علی من، حسین من، کوروش من، داریوش من، زرتشت من، برای من معنای خودشو داره. بابا که خورم دین من، برای من همون کاریت که نمیدونم منظور حلاج، همون کاری که میکنه، همون کاریت که میتونه خدا بکنه، درش خدا بیدار میشه، میاندیشه، برای حق و عدالت میجنگن. مردم رو بسیج میکردن در اون روزگارها، پای پیاده از این کوچه به اون کوچه، از این شهر به اون شهر، احقاق حق میکردن، مردم گرسنه رو سیر میکردن. ما چیکار داریم میکنیم؟ هنرمندانمون دنبال اینن که تو خونه مردم برن هرچی میتونن بدوزن، زن و بچهشون گرفته تا اموالشون جیبشون رو بزنن به اسم هنرمند، یه مش خواننده دلقک و یه سری هم خواننده با شرف، با وجدان، آگاه، روشن، خودشون رو قاطی اینا نمی کنن، اعتبار خودشون رو دارن، احترام خودشون رو دارن، مبارزه می کنن، در حد توانشون مبارزه می کنن، منتها چون جو و شرایط جو مبارزه نیست، به اسم مبارزه هست. اینا روشن فکرات رو نیا کنید دیگه، جلوی این دوربین رو همه اشغال کردن، در رفاه زندگی میکنن، راجع به گرسنگی بچه های تزدیم میرن من حرف بزنن. آقا بیا صد دور خودت بفرست برای یه گشنه تو بلوچستان، بیا خودتون که دور هم دیگه حتی شبا جمع میشین تو خونه قمار میکنین و کافه میرین و کاوه رو میرین، دونه صد دور رو بذارین یه آدم با شرف و گیر بیارین بفرستین برای یه بچه بلوچستان که لباس نداره تو این سرما. در این نوروز هیچی ندارن. خدا ازتون نخواهد گذشت، کارما ازتون نخواهد گذشت. آخه شما چه هنرمندانی هستی؟ میگن هنرمندان دنیا هم اومدن در اونجا، به تو چه ربطی داره؟ تو رو سنه نه، اونا در کنار مردمشونن، در کنار همه حرکت های اجتماعی هستن، میلیون میلیون پول کمک میکنن برای درمان، برای حمایت از بیسوادی، حمایت کردن از بچه های با استعداد که دانش بهشون بیاموزن، امکانات در اختیارشون بگذارن، مدارس گوناگون درست میکنن، مراکز گوناگون درست میکنن. ما هم یکی خواننده هامون اومد یه جوری درست کرد به اسم نمیدونم بنیاد فرهنگ و ایران و اینا، و یه قالتاق‌تر از همه اینا یارو انارارانه. اصلا این دیگه داستانیه. اصلا شما نگاه کنید، طور خدای ایران یه لحظه گوش کنید. این آقا دو تا دختر داره،
رفته اون خونه رو اونجا رو فروخت و پولدار مولدار شده، رفته یه جای دیگه رو گرفته که یه خونه هست، یه اکبری هست، رفیق اینه، این یه جایی رو میخره، اون میاد درست میکنه، میفروشن، یه پولی به اون میده، شاید هم مثلا نده به اون، اونم از روی محبت این کارو میکنه، یه آدم متخصصی در این کارا. توی خونه 3 تا 4 تا اتاق داره. یکی از دخترای بیچارهش رفته بوده چند روز پیش تو خونه این، 3-4 تا اتاق هم داره خونه گویا. به دختره گفته شب برو رو کاناپه بخواد، گریه کرده، گفته بابا خواهم بیام تو یکی اتاقه بخواهم، گفته نه 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 نه، در اتاقه همه تخمخ داره، درش قفل کرده، دخترش رو روی کاناپه خواهد. آخه تو انسانی؟ خواننده غلط کردی، نه دهنت ببند، دهنتو بیره حیوان. اون زنی که با پولش به عزت و احترام رسیدی، دوتا بچه تو دامنش گذاشتی، در خانه سالمندان داره زندگی میکنه، در سخت‌ترین دوران داره زندگی میکنه، مادر بچته، چه احترامی ما بر تو بذارم؟ اصلا اینا رو که امروز میشنوم دیگه بعدم در بدتر، اصلا حالا تهوع بهم دست میده. یه طور این رفیقای من هم اصلا میخواد خودشون کاسبی کنن، میخوان خودشون رو مطرح بکنن، اینا رو دعوت میکنن تو خونه شون، اینا میرن هی آقای کیگ اینجا، آقای کیگ اونجا. شماها باعث فریب اینا میشید، جامعه رو شماها فریب میدین، چون شماها رو مردم فکر میکنن معتبرید، میبینن آقای فلانی، آقای بیساری دائما تو خونه شما پشت پیانو نشسته، به این آدم احترام میذارن. و شما هم اگر هم بدونید چی نمیگید، میدونید من راست میگم، به خود من میگید که من تو تنها کسی هستی که راجب این راست میگی، ولی باز چون میخواییم خودمونو مطرح کنیم، از این وسیله، از این امکانات طرفی میبندیم، سکوت میکنیم. این شهر رو پر کردیم از این آدمایی که ما باشون مواجه هستیم. هنرمندی غیر سیاسی به درد عمه وسطش میخوره، هنرمندی که خادم مردم نباشه، جامعه هنری که در حرکت‌های اجتماعی مؤثر و تاثیرگذار از پایه، از اول شروع کنید. اول پول شاعر و آهنگسازاتون که دزدیدین و خوردین رو بدید. یک، همتون از دم، از بالا تا پایین. برای چی باید دارن این از شما شکایت کنن؟ فرید دولاتی، آوش قونشی، مسعود امینی، شهیرا قنبری، ایرج جنتی عطایی، چرا؟ برای چی تو باید خواننده باشی بری 200,000 دلار تا 1,000 دلار بگیری؟ شاعر آهنگ تازه که اون بالا شعرش رو میخونی، آهنگش رو میخونی، پولش رو از تو نگرفته باشه، چرا؟ مردم اینا هیچی نمیگن، شما هم تا اینا حرف میزنن بیچاره ها، میگه اینا دعوا میکنن، من دعوا میکنم، هر چی که شما میگه منم، برای بذارین بدونین، من همه رو میگم، شما بدونید جز لطمه و ضرر به خودم و به خطر افتادن منافع مالیم هیچ تأثیری دیگه در زندگی من نداره، ولی نمیخوام این پول حروم من باشه اگه بخوام سکوت بکنم به خاطر این پول. چجوری دیگه باید بهتون میگم؟ اوه نمیدونم. یافا جونم درود بر شما، درود بر همتون بچه‌ها جون، درود 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 کتی جانم، همه شما، همتون رو دوست دارم بچه‌ها. به جان ایرانم، اصلا شما نمیدونید این طرف چه خبره، شما اصلا نمیدونید، من دلم میسوزه، دلم برای هممون میسوزه، دلم برای این بچه‌های با استعداد میسوزه، دارن قربانی میشن. اینا ایرانبانان منن، اینا کشور منو تو رو نگه میدارن، اینا درس میخونن، موفق میشن، با استعداد کمکشون کنیم، حمایتشون کنیم، استعداد دارن، وسیله فراهم کنیم رشد کنه استعدادشون، ولی قالتاق و کلاش و کلاوردار و عوام فریب که هستن همونجا دستشون و پاشون رو قطع کنین در سفره و خونه مردم و به مردم نشونشون بدین واقعیت رو، نه دشمنی، نه قید، نه غضب، اون چی که کردن. یارو فکر نمی کنه که میاد پیش شما، به شما پناه میاره، شما انسانی، این فکر میکنه خیلی زرنگه، بدبختی اینه، این قالتاقا همشون فکر میکنن اگه شما بهش کمک میکنی یعنی اون زرنگه، تو نفهمیدی، مال بیشعوری و نادانیشونه. متوجه نشدم. خیلی خوب، نمیدونم دیگه. ببینید یکی از قصه‌هایی که درست شده، عوامل جمهوری اسلامی، این مزدورای جمهوری اسلامی
در ارتباطشون که افشاگری میکنی به مردم نشون میدی، اینا به مراجعه میکنن به سایت ها، به این به اونجا که بتونن جلوی این صداها رو بگیرن و از این کار رو بکنن. نه خیر، نمیتونین جلوی صدای ما رو بگیرین و جلوی صدای ما گرفتنی نیست. اجازه بدید من ازتون مرمت کنم، مرمت زیاد کنم دیگه، گویا که یک ساعت شد. مرسی بچه ها جون، دونه دونه تونو تو قلبم، دستتون درد نکنه. مهدی جون بازینم، همه رفیقای عزیزم، همه شماها. بچه‌ها به دیگران بگیم این برنامه رو گوش کنم. فردا هم در خدمتتون هستم، دوشنبه هم در خدمتتون هستم. راجع به شبای شعرمون، راجع به حرکت‌های اجتماعی که از عوامل جمهوری اسلامی میگین با اونا، با اونا چیکار ما داشته باشیم، چیکار میتونی داشته باشی، هر کاری اینجا میکنی برای جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی میکنی، یکی از اونایی که تو این دور برات نشستن یکی از همکارای اونا، یا تو رادیو یا تو تلویزیون یا اینجا یا اونجا. یعنی قبل از که شما یک کاری بکنید که بخواهید صدای هنرمندان واقعی ایران رو رسا بکنید، وقتی اونام تنها میشن میترسن ایوونا، صداشون رو رسا بکنید، از عدالت، از حق و حقوق دختران و پسران سرزمینمون، از این همه با استعداد آواره، این همه پدر و مادر داغ دیده، از این همه مظلوم در زندان حمایت بکنید، اون وقت میبینی خونسا میشه و اینا میکنن. زنده باد آزادی، زنده با زندگی. ما که در سایه خورشید معذب بودیم، چشممون کور که ما لایق این شب بودیم، هیچ سازی به جز ساز جهالت نزدیم. بس که ما فاسد و بس که ما جاهل و نادان مرتب بودیم، لبالب بودیم، بس که ما جاهل و مزدور لبالب بودیم، ما که در سایه خورشید معذب بودیم. زنده باد آزادی، بدرود. تا برنامه بعد صدای این صدا رو رسا کنیم و بگذاریم بچه های سرزمین و راستی ها از واقعیت ها با خبر بشن و ببینیم پیرامونو چه میگذره. این بچه های اطلاعات و اطلاعات هم که میان قطع بکنن، زنگ میزنن، چی دی می نویسن، اصلا محلشون نذاریم، بدونیم غلطی میخواد بکنه، یا نمیدونه، نادانه، نمیفهمه، ولی پاسخ اون آدمی رو که در ارتباط با نقش من در انقلاب 57 و 80 درصد ساخته های ذهن من، شعارها و اینایی که ایشون مدعی بود و شعر به رضای نمیدونم کیو اینا، نه من به اونا رضای رویگری هیچ وقت شعر به اونا ندادم و هیچ وقت نمیدم و هیچ وقت از بلندگوهای دشمنان آزادی بچه های سرزمینم حمایت نکردم، نیز نمی کنم، و روزی هم که فهمیدم اشتباه کردم از جونم گذاشتم، نوار شبانه آخر رو در وقتی من منتشر کردم که کسی جرأت نداشت توی خونش یه دونه تار داشته باشه. اون روز در نوار شبانه من خوندم های آقا، اگر اسلام ما این است، اگر خون پایه دین است، به خوشگت هر چه آیین است. ای وای من، ای ایران، ای زیر نبه ویران، برات آرزوی رهایی میکنم، برای همه بچه های ترزبینم آرزوی صلح و دموکراسی و جامعه تهذبگرا، یک جامعه سکولار میکنم، براش تلاش میکنیم، کوشش میکنیم همدیگر رو آنگونه که هستیم بپذیریم، با هم گفتگو کنیم تا بتونیم گیروگیرها رو باز کنیم. موچ موچ لس‌آنجلسی تو قلبم، این بدرود. زنده باد آزادی. تا فردا.